من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. من اسکرینم رو شیر میکنم، بعد روی اون دیگه صحبت میکنم. در خدمت دوستان هستم. بعد اگه شما به من بفرمایید که اسکرین منو میبینین خوبه. خب من الان جا مهندس اسکرینتون رو میبینم. خیلی خوب، خیلی خوب. صدام هم خوب هستش؟ بله واضح. اگر کسی از دوستان روی چه ویدیو چه آدیو موردی داره بفرمایید. خب مثل اینکه بس کسی موردی نداره. خیلی خب، سلام دوباره عرض میکنم خدمت همه دوستان. ممنون که تشریف آوردید امروز شنبه بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که امروز سشن خوبی با هم داشته باشیم و بتونیم صحبت های خوبی داشته باشیم. امروز راجع به دادرسی دعاوی مرتبط با قراردادهای ساخت و ساز صحبت میکنیم با هم، و من در آغاز تشکر میکنم از پند و دوستان عزیزم توی پند که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن، امور مارکتینگ و تبلیغات رو انجام دادن و این پلتفرم رو امروز مهیا کردن که ما با هم یه صحبتی داشته باشیم. در آغاز بگم که این سشن ما به عنوان یه مشاوره حقوقی نمیتونی ازش استفاده بکنی، چون قرار نیستش امروز ما راجع به مباحث حقوقی به اون شکل صحبت بکنیم. من فرضم بر اینه که دوستانی که تشریف آوردن از رشته های غیر از حقوق هستن، مالک ملکی هستن یا توی امور ساخت و ساز کانستراکشن درگیر هستن، و واسه همین امروز من راجع مسئله حقوقی صحبت نمی کنم. رفرنس اصلی مطالبم نظام در واقع ما دادرساز که اسمش از اودک، من راجع به این موضوع بعدا صحبت می کنم. راجع به اودک رفرنس اصلی از اونجاست و دوستان رو توصیه می کنم که اگر می خواستن مطالب رو ریویو بکنن با وبسایت اودک چک بکنن. اگر کسی از امروز تصمیم گرفت فایل یا بره دعوایی رو بره فایل بکنه، حالا روشش رو امروز توضیح میدیم، به سایت اودک بر رجوع کنه، اونجا میتونه تمام اطلاعات آپ تو دیت شده رو ببینه. در پایان این برنامه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. من در خدمت دوستان هستم. خواهشی که فرمی میکنم کیساشون رو، اگه کیس خاصی الان درگیرش هستن یا پرونده بازن، اونو مطرح نکنن، اونو برای میتونیم خصوص صحبت کنیم، ولی توی این وبینار از اینکه کیس خاصی رو یا یه مورد خاص حقوقی که مرتبط به خودتون یا یه کسی مرتبط به شماست هستش رو لطفا مطرح نکنید در این محیط، چون از در واقع هدف اصلی سشن ممکنه که منحرف بشه. من امیر شاهرودی هستم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترام توی مهندسی راه و ساختمان هستش. به صورت تخصصی به عنوان مهندس قانونی و دادرس دعاوی مرتبط با قراردادهای ساخت و ساز فعالیت میکنم توی استان آنتاریو. عضو نظام مهندسی استان آنتاریو و همینطور عضو در واقع نظام دادرس ها در استان آنتاریو هم هستم. و امروز از منظر حقوقی و دادرسی در خدمتتون هستم. بعضی از دوستان توی وبینارهای ما در با موارد مهندسی قانونی بودن قبلا، امروز راجع مهندسی قانونی و بحث تکنیکال مهندسی صحبت نمی کنه. امروز بیشتر همین بحث حقوقی رو داریم ما اینجا. به صورت مقدمه اگه بخوام عرض کنم، همونطور که دوستان احتمالا می دونن، احتمال اینکه یک قرارداد ساخت و ساز به دعوا یا به اختلاف برسه خیلی زیاده. بذارید من همین اول اینو کلیر کنم که منظور من از قرارداد ساخت و ساز این نیست که مثلا یه پیمانکاری مثلا یه قرارداد ساختن یه برج رو داره امضا میکنه، اونم هست، ولی برای بعضی از شما عزیزان که امروز تشریف آوردیم و به صورت تخصصی تو کار ساخت و ساز نیستید، هم با قرارداد ساخت و ساز مواجه خواهید شد. مثلا خیلی ساده، اگه شما بخواید مثلا بیسمنت خونتون رو نقاشی کنید یا برای اینکه ارزش ملکتون بره بالا با یه نفر قرارداد می‌بندید که رنوویشن براتون انجام بده، اونم یه قرارداد ساخت و سازه و دقیقا توی بحث امروز ما میگنجه. یعنی بنابراین خواهش میکنم دوستان اینو فکر نکنن که قرارداد ساخت و ساز مثلا ساختن یک چند حلقه پل یا مثلا یه سده. نه، یه قرارداد کوچیکی که شما به عنوان مالک خونه میخواین برای حتی یه کار کوچیک بنایی هم تنظیم کنید، قرارداد ساخت و ساز به حساب میاد. در صورت رسیدن به اختلاف همین
پروسه‌ای که امروز با هم ریویو می‌کنیم، پروسه‌ای که شما بایستی باهاش کار کنید. پس بنابراین اینو اول ما کلیر کنیم که از قرارداد ساخت و ساز منظور قراردادهای مگا پروژه نیست. اونا هم هست ولی پروژه های کوچیک هم توی این زیر چتر این موضوع قرار میگیرن. چرا قراردادها معمولا به اختلاف میکنن؟ اکثر موارد دلایل اختلاف اینه که پروژه توی تایملاینی که قرار بوده انجام نشده. مثلا کسی که قرار بوده خونه شما نقاشی بکنه، بیسمنت رو تعبیه بده، تأخیر داشته، جای دیگه پروژه داشته، دستش بند بوده، تو تایملاین کارو به شما تحویل نداده، بر اساس اون پلن، نقشه و یا استانداردهایی که در شهر شما یا در استان شما حاکمه کارو انجام نداده، تغییراتی در حین پروژه انجام شده یا شما اومدید بهش تغییراتی رو گفتیم بکنه یا اون خودش انجام داده بدون اینکه داکیومنتی براش باشه و الان شده محل اختلاف. طبیعتاً پیمنت یکی از عمده‌ترین دلایل اختلافه. چقدر پرداخت کنیم؟ نه من انقدر نباید پرداخت کنم، انقدر به هم خسارت خورده. و مسائل خود قرارداد، بد نوشتن قرارداد، خیلی گنگ بودن قرارداد، اینا مسائلیه که باعث میشه طرفین یک قرارداد به اختلاف بخورن و در نهایت هم همش به اینجا خلاصه میشه که یه پولی بایستی به نفر پرداخت بشه و یه نفر با این موضوع موافق نیست. پس در واقع منتهای اختلافات مرتبط به قراردادهای ساخت و ساز به مسئله پرداخت میرسه. پس اینو همین اول ما کلیر کنیم. دومین موضوع که باید با هم کلیر کنیم اینه که شانس به اختلاف خوردن یک قرارداد ساخت و ساز به نسبه زیاده. آدم ها تو زندگیشون قراردادهای زیادی میبندن، قرارداد اجاره، قرارداد ازدواج، قرارداد خرید. قراردادهای ساخت و ساز شانس به اختلاف خوردنشون خیلی زیاده به خاطر اینکه آیتم های خیلی زیادی توشون دخیله، اونم به واسطه خاصیت پروژه های عمرانیه. فقط شما الان فرض کنید خیلی ساده یه رنوویشن کوچیک اگه بخواید مثلا گاراژتون رو بکنید، دیگه از این که چه رنگی استفاده بشه، چه زیرسازی بشه، چه درایوالایی برداشته بشه، گذاشته بشه، سازش چجوری تغییر بکنه، آیق‌های حرارتیش، آیق‌های رطوبتیش، اینا چجوری باشه، همه اینا میتونه به اختلاف بخوره. همه این آیتم ها تأخیر توش اگه اتفاق بیفته دوباره میتونه اختلاف بخوره. متریال مناسب استفاده نشه دوباره میتونه به اختلاف بخوره. بنابراین اینا اگر در نظر بگیرین متوجه میشین که چرا قراردادهای ساخت و ساز اینقدر زیاد به اختلاف میخوره و چرا قانونگذار اومده این سیستمی که ما امروز داریم راجبش صحبت میکنیم و اجباری کرده. به خاطر اینکه حجم زیادی قراردادها به اختلاف میخوره و اینا فایل میشده در دادگاه ها و به مشکلاتی میخوره. واسه همین اومدن یک سیستم جدیدی که امروز ما میخوایم راجبش صحبت کنیم و آوردن و اجباری کردن. به صورت کلی در آغاز وقتی شما توی قرارداد به اختلاف میخوری نگوشیت میکنی و به نظر من به عنوان کسی که توی این پروسه به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم، همون نگوشیشن از همه چی مهمتره و اگه شما بتونید تو همون مرحله نگوشیشن با کانترکتورتون، با پیمانکارتون، با مالک پروژه، با ساب کانترکتور به توافق برسید خیلی خوبه. اصلا وارد این بحثا نشیم ما. ولی خب در خیلی هم موارد این اتفاق نمیفته و بالاخره به توافق نمیرسید. شما فکر می‌کنید حقی ازتون ضایع شده، بنابراین می‌خواید که اون حق احقاق بشه. خب اونجا دیگه ما میرسیم به این بحث که چه باید کرد. تو سیستم قدیم لیتیگیشن بود، یعنی به این صورت که شما برمی‌داشتین کیس رو می‌بردید دادگاه، وکیل، قاضی انتخاب می‌شد. قاضی طبیعتاً خیلی تخصص رشته فنی و ممکن بود نداشته باشه، پس فنی مهندس قانونی کمک می‌خواست بیاد شهادت بده. چه زمانبر بود، کلی هزینه می‌کرد و در نهایت حکم رو می‌گرفتید. اما در این پروژه و این پروسه دادگاهی لیتیگیشن استاتستیکس ها و آمارها نشون میده که خیلی موارد طرفین ناراضی هستن، نه به خاطر اینکه فکر میکنن حقی ازشون ضایع شده و در نهایت حکم عادلانه نیست، نه به خاطر اینکه فکر میکنن بسیار زمان صرف کردن و کلی هزینه صرف کردن در نهایت برای یک کلیم مثلا کوچیک. اینه که از دادگاه ها خیلی ها ناراضی هن و حتی ترجیح میدن خیلی از افراد که وقتی به یه اختلافی میخورن که وارد دادگاه نشن. میگن اصلا ما از خیرش میگذریم،
به خاطر همین هزینه زیاد و همین مسائلی که اصلا نمیدونم که الان بالا اومده من چجوری میتونم بفرستم بره دوباره بالا نمیدونم، ولی به هر حال من میخوام واسه همین وارد اصلا بحث دادگاه نمیشم. و معمولا اگه شما واسه کیستون وارد بحث دادگاه نشین نرین دنباله، معمولا طرف ضعیف متحمل خسارت میشه. بنابراین ما اصلا نمیگیم اگر شما به دعوا خوردی و با نگوشیشن نتونستین حل کنی بیخیالش، بلکه میگیم پروسه درست باید وارد شد. ما هم معتقدیم پروسه لیدیگیشن پروسه زمانبر و طولانی بود و خیلی خوشوقتیم که تو آنتاریو الان پروسه جدیدی اجباری شده که جایگزین دادگاه شده و به زودی فکر میکنم در استانهای دیگه هم این پروسه اجباری بشه. خب وقتی که شما دادگاه رو میخواید جایگزین کنید، آپشن بعدیش ADR هستش، در واقع Alternative Dispute Resolution، یعنی روش های دیگر بررسی یا ادرس کردن اختلاف. این کلمه ADR خیلی این اکرونیم خیلی استفاده میشه، من دوستان خواهش می‌کنم اینو دیگه یادشون بمونه. هر چیز غیر دادگاه بهش میگن ADR. سه تیپ ما ADR داریم: Mediation, Arbitration, Adjudication. دوستان اینا احتمالاً شنیدن این کلمات، من حالا کوتاه توضیح میدم تا با هم متوجه بشن و دیگه بقیه صحبت ما فقط روی Adjudication خواهد. Mediation در واقع فارسی میشه پادرمیونی، به این صورت که شما دو نفر به اختلاف میخورن، یه نفر به عنوان مدیاتور انتخاب میکنن و اون مدیاتور میاد بین این دوستان پادرمیونی میکنه، میگه آقا به نظر من شما انقدر حق داری شما انقدر حق داری، کمک میکنه اینا به یه توافقی برسن. مدیاتور حکمش حکم قانون نیست و قدرت اجرایی نداره. آربیتریشن یا داوری، در حالتی شما میتونید بهش رجوع کنید که در قراردادتون موضوع آربیتریشن رو از اول دیده باشید، یعنی گفته باشید که اگه ما مثلا من و آقای مثلا علی به اختلاف خوردیم، ما میریم به حکمیت و حکم ما آقای روزبه و آقای رهبر هستن، اون موقع اگر ما به اختلاف خوردیم میریم پیش آقای روزبه و آقای رهبر، اینا میان ما مدارک میگیرن با ما صحبت میکنن، حکم نهایی رو میدن و کانترکتمون گفته که حکم نهایی آقای روزبه و آقای رهبر بایندینگ هست بایندینگ نیست فلان. پس برای آربیتریشن وقتی اعمال میشه که تو قرارداد آلردی راجبش صحبت شده باشه و همه زوایاشو دیده باشی، وگرنه نمیشه رفت آربیتریشن همینجوری. اما ادجودیکیشن نیاز نداره تو قرارداد باشه، به خاطر اینکه از پاییز 2019 اجباری شده و قراردادهایی که بعد از اکتبر 2019 نوشته شده، فارغ از اینکه توش اصلا آربیتریشن دیده بشه یا نشه اصلا دیگه مهم نیست، اگر به اختلاف بخوره میره مستقیم تو ادجودیکیشن. برای شما دیگه نگران این موضوع نباید باشین که من پس تو قراردادم اینو بنویسم اختلافمو از الان فکر بکنم، اگه مثلا با پیمانکاری که اومده شومینه تو خونم نصب کنه یا پیمانکاری که اومده اکستنشن بکنه خونه و توی مثلا فضای خونه بزرگتر کنه، من اون محل اختلاف رو ببینم از الان تو قرار دادم. نه دیگه، ادجودیکیشن هست، اجباری شده، رفته توی کانستراکشن اکت، واسه همین اگه به اختلاف بکنیم میریم تو ادجودیکیشن. پس یه دور خلاصه بگم و بریم بخش بعدی. اگر به اختلاف بخوریم، اول که طبیعتا سعی میکنیم با گفتگو حلش کنیم، نشود دادگاه بود روش قدیمی. روش جایگزین دادگاه که دادگاه همه جای دنیا هست، ولی روش جایگزین داوری، پادرمیانی و ادجودیکیشن که بهش به فارسی ما میگیم دادرسی هستش. چون دادرسی در استان آنتاریو خوشبختانه اجباری شده، دیگه شما لازم نیست نگران باشیم که اگه به اختلاف خوریم چه کار کنیم، مستقیم میریم به دادرسی. و ادامه این صحبت ما کامل روی این روند دادرسی صحبت کنیم که چجوری انجام میشه، خدای نکرده اگه شما به اختلاف خورین چجوری فایلش کنید و پروسه به چه صورت خواهد بود. خب آدرسی یا ادجودیکیشن پروسه هستش که به طرفین یک اختلاف، مثلا به شما به عنوان مالک یه خونه و پیمانکاری که قرار شده خونه شما رو کلا بسازه و یه دو طبقه مثلا از توش در بیاره، اجازه میده که دلایل و مدارک و اسناد خودتون رو به یک نفر سومی که مستقل از شما دوتاست، شما از قبل از قرارداد نمیشناختینش و کاملا
آن بایس هستش، طرف هیچ کسی نیست، ارائه کنید. اون طرف اینا رو مطالعه کنه، با توجه به قانون حکم نهاییشو بده که حکم نهایی الزام آوره. دوستان باز توجه کنن، مدییشن یا پادرمیونی که با هم صحبت کردیم هیچ حکم نهاییش الزام آور نیستش. اون آقایی که ریشتفی، اون خانمی که میاد به عنوان ریشتفیدی میاد بین شما قرار میگیره، حکمی که در نهایت میده، پیشنهادی که در نهایت میکنه، قانون اجباری به شما وارد نمیکنه. شما میتونید بگید نه آقا اصلا هیچ. آربیتریشن هم اگر تعیین نکرده باشیم از اول که بایندینگ هست یا نه، اونم همینجوره. ولی ادجودیکیشن، حکمی که من مثلا به عنوان ادجودیکیتور تو پرونده شما میدم، این حکم نهاییه، بایندینگه، میبرید شما رجیستر میکنید دادگاه و بهتون پلیس میدن میره حکم رو اینفورس میکنه. پس این نکته رو دوستان توجه کن، ادجودیکیشن حکمش نهاییه و بایندینگه. نهایی به منظور این نیست که شما نمیتونید اعتراض کنید، شما همیشه میتونید به هر حکمی اعتراض کنید، ولی اگر اعتراض نشه این حکمیه که باهاش میشه اموال ضبط کرد به عنوان مثال. خب از این نکته بود که من میخواستم بگم. پس این تعریف ادجودیکیشن شد. وقتی که یه ادجودیکیشن میخواد اتفاق بیفته، خب دو طرف هستن، یه طرف مدعیه، یه طرفی هم پاسخ دهنده است. کلیمنت میشه مدعی به فارسی و ریسپوندنت میشه پاسخ دهنده. حالا کلمات دیگه هم میشه استفاده، من اینا رو انتخاب کردم که ساده صحبت کنیم. و ادجودیکیتور هم که میشه دادرس. مدعی میگه که من نباید به این طرف پول بدم، یا میگه این طرف پول منو نداده، من کارم انجام دادم، و اون پاسخ دهنده باید از اینکه نمیخواد بهش پول بده مثلا دفاع کنه. پس این در واقع شد ساختار ادجودیکیشن. سه تا المان بیشتر نداره: مدعی، پاسخ دهنده، دادرس. خب چرا ادجودیکیشن ما اینقدر بهش علاقه داریم، قانونگذار اینقدر علاقه داره و اینقدر الان اجباری شده و دارن اینقدر تبلیغ میکنن که همه دوستان با این پروسه آشنا بشن و شما امروز اینجا تشریف دارید؟ به این علته که توی مدت 30 روز دادرس حکمشو میده. حالا شما اینو بزنید در کنار دادگاه، اصلا باور کردنی نیست که اینقدر سریع شما میتونید حکم بگیرید. و تو بعد از اون تو مدت 10 روز باید پرداخت انجام بشه. مثلا اگه پیمانکار خونه شما محکوم شدش، تو مدت 10 روز باید جبران خسارت بکنه. یا اگر شما به عنوان پیمانکار کار کردید و مالک خونه به شما پولتون رو پرداخت نمیکنه، رفتین تو ادجودیکیشن و حکم گرفتین، مالک بعد تو 10 روز پول شما رو بده. خب اینو شما بزنید در کنار دادگاه که یهو مثلا 1 سال طول میکشید برو بیا وکیل بیاد کلی هزینه تا آخر حکم رو بگیرید. خب این فوق‌العاده است که اینقدر سریع توی 1 ماه حکم صادر میشه، حد اکثر 1 ماه تازه، و بعدش تو 10 روز بعد باید پرداخت انجام میشه. اصلا هدف اصلی ادجودیکیشن، شما هر جایی که رجوع میکنید میگن پرامپت پیمنت، و این پرامپت پیمنته که سریع انجام میشه. این هدف اصلیش که این سیستم اومده و اجباری شد. در کل ادجودیکیشن دیزاین شده که بیزنس ها و افراد پولشون رو به سرعت بگیرن و این روند پرداخت پول به سرعت اتفاق بیفته. من نمیدونم، ببخشید این تبی که این بالا اومده پایین، من نمیدونم چجوری میتونم بفرستمش بالا. نمیدونم شما میبینید یا نه، امیدوارم شما نبینید. مزاحمتون نشه من ببینم. نه نمیتونم کارش بکنم ظاهرا. چه طبی جناب، من الان صرفا ویدیو رو دارم میبینم. خب خوبه، پس من میبینم شما نمیبینید، اشکال نداره. پس بله، برگردیم به بحثمون. عذرخواهی میکنم. پس هدف اصلی از طراحی این سیستم که قدمت چند صد ساله داره در بعضی از کشورها و در خیلی از دعاوی بین المللی هم ادجودیکیشنه که در نهایت دعوا رو مدیریت میکنه، حالا تو کانادا جدیده ولی تو خیلی جای دیگه خیلی وقت داره استفاده میشه، اینه که سریع پرداخت انجام بشه. ادجودیکیشن توی استان آنتاریو و همونجوری گفتم من پیش بینی میکنم در استانهای دیگه اجباری شد به خاطر اینکه رفتش توی کانستراکشن اکت و توسط رگولیشن ساپورت شد. حالا دوستان احتمالاً میدونن فرق اکت و رگولیشن چیه، نه نمیدونن، بعدا راجعش صحبت میتونیم بکنیم. ولی وقتی که توی اکت رفت و بعد آنتری رگولیشن ساپورتش کرد شد اجباری. در غیر این صورت اجباری نبود و شما کماکان میتونستید برید توی لیتیگیشن. ولی از وقتی که این اتفاق افتاد از اکتبر 2019 خب اجباری شد. همونطوری که گفتم
اگر قرارداد شما از اکتبر 2019 به این طرف باشه، که فکر کنم اکثر دوستانی که الان اینجا تشریف آوردن با این موضوع مواجه هستن یا خواهند شد، اجودیکیشن راه حل اختلافه. ولی اگر قبل از اکتبر 2019 قراردادی رو امضا کردید و هنوز دارین کماکان کار میکنید توش، یا به عنوان پیمانکار یا به عنوان مالک یا هر چی، خب طبیعتا اجودیکیشن به شما تعلق نمیگیره و اگر به اختلاف بخورید بایستی با روش های دیگه حلش بکنید. به صورت کوتاه من فشرده بگم، شاید این مهمترین اسلاید من امروز باشه و دلیل اصلی که شما هم تشریف آوردین همین اسلایده، اینه که اکت چی میگه راجع به اجودیکیشن. اکت میگه که این دادرسی بایستی خیلی سریع اتفاق بیفته، همونطوری که گفتم در عرض 30 روز. حکم نهایی بایندینگ باید باشه که هست. بایستی کاست افکتیو باشه، یعنی اجودیکیشن باید خیلی ارزون انجام بشه. آربیتریشن یا همون داوری و لیتیگیشن یا دادگاه گرون هستن. دوستانی که تا حالا وارد داوری شدن آربیتریشن رفتن میدونن خیلی باید هزینه بکنید. دادگاه که به طب بیشتر هم حتی هستش خیلی وقتا. اجودیکیشن خیلی کاست افکتیوه، خیلی ارزونه نسبت به اینا. خب این یکی دیگه از دلایلی بود که قانونگذار اجودیکیشن اومد اجبار کرد. یکی دیگه از مسائل اینه که این یکی دیگه قشنگی اجودیکیشن اینه که طرفین دعوا حق انتخاب دادرسشون رو دارن. شما توی دادگاه حق انتخاب قاضی رو ندارید. همینه که هست، یه قاضی انتخاب میشه، مگر اینکه قاضی تضاد منافع داشته باشه با یکی از طرفین. شما از انتخاب نمیتونید، خودش بر خودش رو در واقع مرخص بکنه. ولی توی اجودیکیشن شما این حق رو دارید، حالا با هم ریویو میکنیم، که دادرستون رو خودتون انتخاب کنید. و این خب خیلی عالیه. با توجه به تخصصی که اون دادرس داره، شما میخونید و فکر میکنید که اوکی این مثلا بهتر برای من میتونه کارم انجام بده، چون نقشه برداری بلده مثلا، و من اختلافم مثلا سر جاده کشی توی شهرکه و این نقشه برداری میدونه خیلی خوبه. خب اینم یکی دیگه از امتیازهای اجودیکیشنه که داریم. و در نهایت هم پروسه اجودیکیشن، پروسه اجودیکیشن رو هم اجودیکیتور و با مشورت با شما انتخاب میکنن. به چه معنی؟ به این معنی که پروسه یعنی چی؟ یعنی که شما چند صفحه مدرک بید. حضوری بیاییم با هم بشینیم یا ویدیویی بشینیم. چند صفحه دیترمینیشن، حکم نهایی باشید. این هم شما باز میتونید با اجودیکیتور با هم انتخابش میکنید. این خیلی خوب. حتی در واقع اجودیکیتور انتخاب میکنه، با شما مشورت میکنه. ولی این که باز این فلکسیبیلیتی وجود داره خیلی عالیه، در صورتی در دادگاه اینجوری نیست دوباره. خب به این پنج دلیله که در واقع اجودیکیشن الان خیلی جذابیت پیدا کرده برای تمام ساکنین استان آنتاریو اگر وارد دعوا بشن. خب این اجودیکیشن توسط چه کسی اعمال قانونی میشه؟ اجودیکیتورها رو کی انتخاب میکنه؟ حکم نهایی از کجا سرتیفای میشه و کلا این پروسه چی قانونی میکنه؟ کل این پروسه توسط Ontario Dispute Adjudication for Construction Contracts یا ODAC انجام میشه. این جاییه که شما باید باش آشنا باشین با اسمش، چون اگه بخواید فایل بکنید باید بریم سایت ODAC. اگه بخواید اجودیکیتورتون انتخاب کنید باید بریم سایت ODAC. ماها برای اینکه سرتیفای بشیم از طریق این مؤسسه باید کارمون رو انجام بدیم. دوره‌های آموزشیمون و بازآموزیمون رو اونجا باید بریم و پروفایل ما اونجا، بیمه خسارت و ضرری که داریم اگر اشتباه حکم بدیم مثلا اونجاست. بنابراین جایی که از دولت استانی این قدرت رو گرفته تا امر دادرسی رو مدیریت کنه، منظم کنه و دادرس ها رو در واقع سرتیفای کنه، ODAC اسمش. خب ما با هم الان اجودیکیشن رو باهاش آشنا شدیم، امتیازهاش رو دیدیم، راجع به خود ODAC تا حدودی فهمیدیم چجوریه و حالا میخوایم الان فرض کنیم که میخوایم شروع کنیم در واقع یه فایل رو با هم فایل بکنیم، در واقع اختلاف رو فایل بکنیم. هدف اصلی این پریزنتیشن امروز ما هم همین بود، تا حالاش مقدمه بود. فرض کنیم خدای نکرده شما به یه اختلافی خوردید با پیمانکار توی خونتون، یا شما یه کسی هستین که توی امور عمرانی فعالیت میکنید و به اختلاف خوردید با مثلا مالک پروژهتون یا با یه دونه ساب کانترکتور. خب ما چه کار باید بکنیم؟ چجوری باید از این سیستم جدید استفاده کنیم؟ دیگه مثل قبلا نیست بریم دادگاه، راحت از توی خونه میتونیم بشکنیم و این کار انجام.
پروسه رو سایت اودک با یه اینفوگراف و وبسایت های وب پیج های مختلف توضیح داده شده که به نظرم یه مقداری شاید پیچیده باشه برای کسانی که باهاش آشنا نیستن. واسه همین من به صورت گام به گام خیلی خطی و ساده پروسه رو شما ریویو می‌کنم. وقتی شما یه به اختلافی خوردید، اول باید ببینید اصلا اختلافتون این توانایی رو داره، آیا در واقع بگم کلمه درستی به فارسی بخوام پیدا کنم، اینه که میشه بردش تو اجودیکیشن یا نه. برای این موضوع بایست یکی از این مواردی که میگم باشه. محل اختلاف برای راجع به پرداخت باشه، حالا یا پرداخت خود قرارداد یا پرداخت های مرتبط به تغییراتی که در قرارداد اتفاق افتاده. محل اختلاف بایستی در مورد خدمات یا مواد استفاده شده باشه. مثلا شما معتقدید که این طرف درست نساخته این دیوارو. بحث پول نیست، بحث عدم انجام کار درسته، یا متریالی که استفاده کرده بر اساس بیلدینگ کد نیست، مثلا اینسولیشن ضعیف‌تر انتخاب کرده. خب این میشه دوباره اختلافی که میتونه به اجودیکیشن. یکی هولد بک، کسی پول کسی رو نگه داره، حالا میتونه در قالب حسن انجام کار باشه یا در قالب لین باشه. خب این دوباره جاییه که پرداخت یا عدم پرداخت اون هولد بک محل نزاع ایجاد میکنه و میتونه بره تو اجودیکیشن. و در نهایت هر امر دیگه‌ای که دو طرف قبول بکنن که میتونه بره اجودیکیشن. پس سه تا موضوع اول باید بره اجودیکیشن، ولی غیر از اون امور دیگه ساخت و سازن که اگه به اختلاف بخوره و هر دو طرف قبول بکنن که به جای دادگاه بریم اجودیکیشن، شما میتونید بیانیش تو دادرسی و مورد بررسیش قرار بدید. خب از اولین مرحله شما باید ببینید که فایلتون آیا میشه هستن بره اجودیکیشن. اگر میتونه بره، خب ما شروع میکنیم با هم به فایل کردن. این نکته خیلی مهمیه که اگر فایل شما بنا به هر دلیلی صلاحیت دادرس نداشت که فایل در واقع این صلاحیت نداشت که مورد دادرسی قرار بگیره، دادرس هم میتونه اینو بهتون بگه که نه این فایل به درد اجودیکیشن نمیخوره. خب پروسه دادرسی از زمانی شروع میشه که مدعی، مثلا شما شکایت دارید، میگین پول منو باید بده، پول منو نمیده. خب مدعی نوتیس اجودیکیشن یا نامه دادرسی رو به طرف مقابل تحویل بده. خب شما میپرسید چجوری تحویل بده؟ من باید برم نامه رو پر کنم، برم خواهش تحویل بدم؟ نه، خیلی پروسه ساده تر از این. خود سایت اودک میره، مدعی یه اکانت درست میکنه برای خودش، یوزر نیم پسورد خیلی ساده، اونجا اکانت درست میکنه، لاگین میکنه و اونجا شروع میکنه نوتیس آف اجودیکیشنش رو پر کردن. وقتی شما وارد اکانتتون میشین به عنوان مدعی، آپشن نیو کیس رو انتخاب میکنی، یک فرم 6 صفحه‌ای رو گام به گام با شما وبسایت پر میکنه، اسم خودتون، اسم طرفی که ازش شاکی هستید، آدرس شما، آدرس ایشون، ایمیل شما، ایمیل ایشون، یه توضیحات کلی که چه اتفاقی افتاده و مسائل دیگه‌ای که تو فرم هست. اینا رو وبسایت گام به گام بسیار ساده با شما پر میکنه، خودش نوتیس نهایی رو که قانونی هست رو آماده میکنه و بعدش خود وبسایت، یعنی در واقع خود اودک، نوتیس کامل شده رو که قبل از اینکه کامل بشه با شما یه بار دیگه فرم میکنه رو میفرسته به صورت الکترونیکی به کسی که باید پاسخ بده، طرف مقابل. تو شما ایمیلش رو اینا رو دادید، اگر ایمیل اشتباه بدین بانس بک بشه، اودک با شما تماس میگه، میگه ایمیل اشتباه بوده، دوباره ایمیل درست رو بده. به محضی که ایشون اون ایمیل رو میبینه، میخونه، توی وبسایت، توی اکانت شما به شما مسیج داده میشه که ریسپاندنت نوتیس رو دید. توی اون مسیجی که به ریسپاندنت داده میشه توش نوشته میشده که اگر پاسخ ندی، اودک و دادرس قضاوت میکنن و ممکنه به علیه شما حکم بدن. ریسپاندد مثل حکم دادگاه که میان دم خونه، اگر کسی از که شکایت کنه بهش میگن مثلا فلانی از شما شکایت کرده، باید تو این مدت پاسخ بدی به دادگاه. این هم همونجوره، میتونه پاسخ نده ولی حکم به علیهش داده میشه. خب پس شما اینجوری تو مرحله اول نوتیس رو سابمیت میکنی. خب پاسخ دهنده طبیعتا اگه آدم باهوشی باشه ایگنور نمیکنه، اصلا نمیکنه و پاسخ میده. خیلی راحته،
روش پاسخ دادنش تو همون ایمیل اومده، ایشون هم یه اکانت میسازه و اونجا اعلام میکنه که اوکی من اینو گرفتم و منم آمادم که وارد این بحث بشم. مدعی در زمانی که نوتیسشو داره میده اجودیکیتورشو میتونه انتخاب کنه. اینجاست که پاسخ دهنده میتونه اجودیکیتور رو قبول بکنه یا نکنه. در کل بعد از 4 روز پاسخ دهنده بایستی معلوم بکنه که اجودیکیتور رو قبول داره یا نداره اجودیکیتور پیشنهادی رو. این حقم داره که بگه قبول ندارم. پس بنابراین میگن خب حالا ببین اجودیکیتور تو خودتون انتخاب کن. اینجا مهمتر اینجاست که من از شما دوستان میخوام خوب وقت بذارید. برید روی وبسایت مطالعه کنید پروفایل ماها رو و اجودیکیتور مناسب با کیس خودتون انتخاب کنید. ما هر کنون یه بکگراند حقوقی داریم که تونستیم سرتیفیکیت بگیریم و یه بکگراند فنی. بعضی از دوستان همکارای من که اونجا هستن فقط حقوقی هستن، وکیل هستن مثلا مدت زیادی، ولی خب تو کانستراکشن کانترکت بودن. همه ماها توی کانستراکشن هستیم، یا حالا بخش حقوقیش یا بخش فنیش. شما باید پروفایل رو با دقت بخونید، اجودیکیتور مناسب رو انتخاب کنید. اگه مثلا نقشه برداری کیستون، خب کسی رو پیدا کنید که بک‌گراند نقشه برداری داره. سازه است، کسی رو انتخاب کنید که خب هم اجودیکیتور باشه هم بک‌گراند سازه داشته باشه. ماها هم هممون حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط با همین رشته رو باید داشته باشیم تا اصلا الیجیبل بشیم برای مباحث بعدی که بتونیم سرتیفیکیت بگیریم. من همه من و همکارانم هم فکر می‌کنم که تو زمینه کاری خودمون از نظر تکنیکال هم بد نیستیم، خوبی. ولی این هومورک شماست، این یه امتیازیه که اجودیکیشن به شما میده که خودتون اجودیکیتورتون دادرستون رو انتخاب کنید. از این امتیاز خوب استفاده کنید، وقت بذارید، مطالعه کنید، پروفایل ها رو بخونید، قیمت هامون هم میتونید ببینید، قیمت ساعتی هر دادرسی رو و دادرستون رو انتخاب کنید. ما کلن تو آنتاریو فعلا 65 نفر تو کل استان و فعلا دیگه اجودیکیشن اپلیکنت جدید هم رجیستر نمیکنه، سرتیفای نمیکنه. اودک حجم زیادی تو ویتینگ لیست نگه داشته ولی فعلا نمیکنه. بنابراین خیلی وقتی از شما نمیگیره نگاه بکنید. فیلتر هم میتونید بکنید، خیلی توی رجیستری فیلترهای خوبی داره، میتونید فیلتر کنید فقط مهندس عمران، فقط آرشیتکت، فقط وکیل و مثلا با 10 سال سابقه کار، 5 سال سابقه کار، تخصصش تو مهندسی قانونی، تخصصش تو مثلا فلان زمینه و میتونید وقت دیگه اجودیکیتور رو انتخاب کنید. اگر به این نتیجه نرسید، نتونستید انتخاب کنید، اودک برای شما انتخاب میکنه. در نهایت دادرس انتخاب میشه. و وقتی که دادرس انتخاب شد یا توسط یکی دو طرف دعوا یا توسط اودک، به دادرس اطلاع داده میشه و اون هم باید قبول بکنه که میخواد کیس شما رو دست بگیره یا نه. اگر قبول کنه امروز میشه روز اول. در واقع اینجا شروع میشه. ساعت کلیک میکنه. اون 3 روز که گفتم. کار شروع میشه و از این 3 روز از وقتی که مدارک رو کامل سابمیت کنید میگم. ولی الان این مرحله اول شروع میشه. دادرس میاد میگه من قبول دارم و کار شروع میشه. قدرت دادرس اینه که اونه که تعیین میکنه چه قوانینی و چه فکت هایی برای این کیس بهش میخوره. اونه که تعیین میکنه که آیا سایت ویزیت لازمه، آیا یه مهندس قانونی لازمه بیا شهادت بده، حضوری من برای شما رو ببینم یا اینترنتی ببینم. اینجاست که قدرت دست دادرسه، اونه که پروسه رو تعیین میکنه، قانونی که میخواد بهش استناد کنه رو تعیین میکنه. خب اینا ما باید بدونیم اینجا که هر کسی چه حوزه فعالیت داره. یکی دیگه کاری که دادرس میکنه قبل از اینکه کار شروع بشه، با شما قیمت کار رو تعیین میکنه. به شما میگه با توجه به توضیحات کلی که تو نوتیس برای من فرستادید، این پروسه توصیه میکنم قیمتش حدوداً اینقدره، اینقدر زمان میبره، این روش رو باید اعمال کنیم و هزینهش اینقدر میشه. اگر این چارت هزینه ها رو سایت اودک هستش، اگه طرفین قبول بکنن که قبول کنن، اگر نکنن و نتونن به توافق برسن، دادرس با طرفین دعوا به توافق نرسن، خود اودک میاد و از جدولی که داره قیمت رو تعیین میکنه و همه اون قیمت رو باید فالو بکنه. یا یه وقتی با توجه به حجم پروژه دادرس میاد میگه من ساعتی اینو چارج میکنم، یه وقتی از
قیمت‌های فیکسی که اودک گذاشته استفاده میشه. اینا روی وبسایت نوشته، خیلی کلیر هست، وقتی شما فایل تشکیل میدین همه اینا بهتون توضیح میده. ولی در نهایت قیمت بایستی بین طرفین به نگوشیشن برسته و یعنی اودک میاد و حکم نهایی رو میده. خب در نهایت وقتی قیمت به نتیجه رسید کار شروع میشه. اولش 5 روز مدعی وقت داره که تمام مدارکی که میخواد رو بده. مدارک رو هم با توجه به پروسه‌ای که تعیین میکنن با هم بر اساس اون قیمت میزان مدارک معلوم میشه. مثلا من دادرسم میام میگم آقا هر کسی 5 صفحه میتونه استیتمنت بده. 5 صفحه اول باید شاکی بده، ببخشید مدعی بده، و به هیچ وجه هم بیشتر 5 صفحه قبول نمیشه. یعنی اگه بشه 5 صفحه و نیم، نصف خونده نمیشه. بعد به طرف مقابل گفته میشه که شما هم مدارک تو ارائه بده. تمام این پروسه هم رو سایت اودک انجام میشه با شفافیت کامل، یعنی رو همون وبسایت خصوصی. دادرس با هیچ کس تماس نمیگه بگه مدارک تو من بده. بعد از اینکه هر کسی مدارکشو داد، در واقع دادرس حالا شروع میکنه به اگر لازم باشه مهندس قانونی استخدام بشه، حسابدار گزارشی بده، این سایت ویزیت انجام بشه، اونجاست که اجودیکیتور یا دادرس اینو اعلام میکنه. وقتی مدارک خون میاد میگه خب حالا من خودم باید بیام اصلا ببینم مثلا بیسمنت خونه شما رو. این دیگه اختیار اونه و این حکمو میتونه بده برای اینکه بتونه در نهایت قضاوت عادلانه و صحیح داشته باشه. خب 30 روز بعد از اینکه مدارکش داده شد، حکم نهایی رو دادرس میده. حکم کجا میده؟ روی همون وبسایت، دوباره روی همون اکانت دو طرف دعوا، هر دو طرف میتونن ببینن. حکم میاد روش قشنگ گفته شده که اینقدر بایستی مثلا $30,000 ایشون به ایشون بده، اینقدر نباید بده. اون ادعایی که کرده مثلا راجع به اینکه بیسمنت من آب گرفته به خاطر اینکه لوله کشیده و سنگ باشه، اون مرتبط نیست، به واسطه اون نباید پولی داده بشه. در نهایت حکم با دلایل حقوقی و دلایل فنی لاجیک پشتش میذاره روی اکانت شما. یعنی فقط حکم نهایی نیست، دلایلش هم ارائه میده. اگه به پرونده مشابه استناد کرده باشه اونم اشاره میکنه، اگه به بندهای خاصی از قانون استناد کرده باشه اونم اشاره میکنه. مثلا این یک دیترمینیشن همچی پروپیمون چند صفحه‌ای شما دریافت میکنه که میتونید رو اکانتتون دانلودش کنید. تو این مدت اگر شما بخواید با دادرستون صحبت کنید، میتونید بهش مسیج بزنید. جایی وجود داره روی وب پیجتون که میتونید بهش مسیج بزنید. و من اگر خودم به من کسی ایمیل منو یا شماره تلفن منو جایی حالا پیدا کنه روی لینکدین و جای دیگه و خواهید از این فرمت به من مسیج بزنید، من مسیج رو میذارم روی همین فرمت، روی همین وب پیج، به خاطر اینکه هر دو طرف باید ببینن. هیچکس تنهایی نمیتونه بره پیش دادرس. هر دو طرف باید در جریان باشن که مدعی یا پاسخ دهنده با دادرس تماس گرفته. به علاوه وقتی شما حکم نهایی رو میگیرید، تا 7 روز وقت دارید اگر اشتباهی توش میبینید تو اونجا مسیج بزنید بگید. اشتباه منظورم اشتباه تایپو و این اسپلینگ و ایناست، اشتباه حقوقی نه، بقیه حکمی که ایشون داده همونه، ولی به آخر انسانه دیگه، ممکنه مثلا دوتا اسپلینگ اشتباه کرده باشه تو حکم. اگر چنین چیزی دیدید تا 7 روز وقت دارید، میتونید تو از فرمتی گوشتن برای تماس گرفتن با دادرستون تماس بگیرید، بگید مثلا فلان جا اسپلینگش اسم من یا آدرس خیابون مثلا خونه ما رو اشتباه نوشید، درست میکنه براتون. ولی حتما باید همه این مسیج ها از طریق همین پلتفرمی که اودک گذاشته باشه. بعد از 7 روز حکم نهایی سرتیفای میشه. سرتیفای، حکم سرتیفای شده از اودک برای شما میاد و این حکمیه که شما میتونید ببینید دادگاه و انفورسمنت باش انجام بدید، مثلا کلانتر به شما بدم برای ضبط اموال، برای اعمال قانون. پس در واقع من به حکم اولی که میدم شما میخونید، اگر چیزی توش ایراده اسپلینگ و این چیزای کوچولو نباشه، حکم نهایی 7 روز بعد توسط اودک برای شما سرتیفای شده میاد. حالت یا طرف مقابل، اونی که باید خسارت بده، حکم رو که میبینه قبول میکنه که آقا من باید خسارت بدم، بالاخره حکم همینه دیگه، تموم شد. تو 10 روز باید به شما پرداخت بکنه، خسارت رو باید بهتون بده. یا اگر شما محکوم شدید، تو 10 روز بایستی که
خسارت و پرداختی رو انجام بدید. ولی اگر انجام نشه خب طبیعتا اون حکم نهایی دادرس حکم نهاییه، میتونه ببره طرفی که به نفعش حکم صادر شده ببره دادگاه و با اون حکم اینفورسمنت رو انجام بده و اقدام به ضبط اموال طرف مقابل. توصیه‌ای که از نظر حقوقی میشه اینه که اگر به شما پرداخت انجام نشد، درسته شما مدت زمان خیلی زیادی دارین که میتونید ببرید دادگاه، وقت دلتون خواست ببرید، حالا وقت دارید، ولی توصیه میشه که سریع ببرید دادگاه به واسطه اینکه اگر سریع فایلش نکنید به عنوان اینفورسمنت توی دادگاه، اگه شما قرار باشه به کسان دیگه مثلا به پیمانکارهای خرد ساب کانترکتورها پول بدید، مثلا شما جنرال کانترکتورید، حکم گرفتین قرار شده من مالک به شما پرداخت کنم، نمیکنم اون 10 روزو، اگه شما نبرین زود دادگاه تو یه مدت زمانی بگذره شما باید به اون پیمانکارهای خرد بین خسارتشون رو بدید، پولشون رو بدید، دستمزدشون رو بدید. ولی اگه ببرین دادگاه رجیستر کنید بگی من دادرسیمو گرفتم بفرما، دیگه تو این مدت زمان که دادگاه بره اون پول از طرف بگیره و به شما بده، شما به اون صاحب پیمانکارهای خرد میتونید اون حکم نشون بدید و پرداخت اونها رو هم آن هولد بذارید، چون در واقع شما پول نگرفتین که بعد به اونها بدید. ولی اگه تصمیم بگیرید نبرید دادگاه به هر دلیلی، کماکان برای اون پولون بقیه رو شما بدید. در پایان من کوتاه میکنم صحبتامو، بعد دیگه در خدمتتون هستم. ادجودیکیشن توی استان آنتاریا هم توی گفتم اجباری شده، تنها راه رسیدگی به اختلافات ساخت و سازه. تو سال اول تقریبا نزدیک به 3 میلیون دلار کلیم و بررسی شده، کلیم شده توی حالت ادجودیکیشن که برای یک سال اول که بسیاری از افراد توی این استان خبر هستن نداشتن از این سیستم، پیشرفت خوبیه. الان خب خیلی بیشتر شده و دوستانی که به اختلاف میخورن خب میان در این سیستم و اختلافشون رو فایل میکنن، به سرعت انجام میشه و با یه هزینه خیلی کم. حکم نهایی که حکم بایندینگ هم هست و اجباری هست رو میگیرن و احقاق حق انجام میشه. به نظر من خیلی سیستم خوبیه، در کشورهای دیگه مثل انگلستان خیلی خوب جواب داده، اونا در واقع اصلا پیشگام هستن در اینجور دادرسی ها و انشاءالله کانادا هم استفاده میکنه از این سیستم و شما هم ازش استفاده میکنه. امیدوارم توضیحات هم براتون خوب بوده باشه، ساده توضیحات باشه. امیدوارم من دیگه در خدمتتون هستم، هر سوالی دارید. من اسکرینم هم از حالت پرزنتیشن فعلا در میارم، باز اگه لازم بود در خدمت دوستان هستم. ممنون. خیلی ممنون از شما جناب مهندس. دوستان هر کسی از دوستان فرمایش یا سوالی داره در خدمتشون هست. دوستان میتونن میکروفونشون رو خودشون باز کنن، سوالشو بپرسن. سه نفر هم تو چت سوال پرسیدن، من چت ها رو اول صحبت بکنم یا توضیح بدم یا سوالا رو میپرسید؟ شما که مسئول جلسه هستین بفرمایید من چجوری. بله، شما میتونید از همین سوالاتی که توی چت مطرح کردن شروع کنید تا حالا موارد دیگه، چون ممکنه خیلی از دوستان سوالاتی که دارن مرتبط با همین سوالات داخل چت باشه. بله، حالا بعداً بپرسید. یکی از دوستان راجع به بیمه فرایان پرسیده، برای خونه هایی که وارانتی دارن همین فرایان برای حل اختلاف استفاده میشه؟ ببینید، برای قراردادهای ساخت و ساز استفاده میشه، یعنی در واقع باید قرارداد ساخت و ساز باشه و همونطوری که من گفتم باید قرارداد تموم نشده باشه. نوتیس و وقتی باید داد، چون خوب نگفتم یه بار دیگه میگم، نوتیس و وقتی باید داد، مدعی باید نوتیس و وقتی بفرسته که هنوز قرارداد تموم نشده. یعنی اگر من با شما قرارداد ساختنده، مثلا منزل شما رو میخوام بسازم، من یه بیلدرم، تو حین پروژه اگر شما من راضی نبودید اقدام میکنی به اینکه پول منو ندید و من وقت میام وارد دعوا میشم با شما، اگر قرارداد تموم بشه دیگه ادجودیکیشن کار نمیکنه ها. من اینو شاید سریع گفتم، خوب جا نیفته، یه بار دیگه اینو تکرار میکنم، اگر شما با کسی به اختلاف خوردی قبل از اینکه پروژه تموم بشه باید اقدام کنید به وارد دادرسی شدن، اگر پروژه تموم بشه، مگر اینکه طرف مقابل هم قبول بکنه که بیاد تو ادجودیکیشن، وگرنه ادجودیکیشن دیگه راه شما نیست برای این دادگاه. یه موضوع. دو، واسه قراردادهای ساخت و ساز اعمال میشه، برای امور دیگه ساخت ها مثل امور بیمه و اینا ادجودیکیشن بهش اعمال نمیشه. بله، فهمونم سوالان که در آخر جواب بدین که من در خدمتتون هستم.
اگه میشه میکروفونتون رو باز کنید بفرمایید من ممنون میشم. الو. سلام. سلام آقای مهندس، خوب هستین؟ حال شما چطوره؟ قربان شما، سلامت باشین. من دو تا سوال خدمتون داشتم. خیلی ممنون از زحمتی که کشیدین، وقتی که گذاشتین، که البته تو تکست هم گذاشتم. یکیش این که آیا با توجه به اینکه گفتین که مدت قرارداد تمام بشود دیگه شامل رجوچه نمیشود، آیا وارانتی دوره وارانتی شامل این موضوع میشه؟ یعنی قرارداد تموم بشود، در دوره وارانتی پیمانکار به تعهداتش انجام اجرا نکنه، از این سیستم بشه استفاده کرد؟ توی لین میشه، اگر توی ایام دوره لین باشه آره، ولی تو دوره وارانتی نه. من ندیدم که بشه. مثلا اگر مثلا یک سال طرف گفته مثلا من وارانتی دارم، از اجودیکیشن نمیشه استفاده کردش و اجرا نکرده باشه، یعنی برای اجرا نیومده باشه و استفاده کنند از روش های دیگه برای، در حقیقت پشت سرش مجبور آدم بره کورت برای اینکه وارانتی در حقیقت تحقق نیافته. یه ترمزی از قرارداده دیگه. ببینید، یه ترمی از قرارداده، ولی چون کانستراکشن انجام شده، مگه اینکه بخشی از قرارداد بوده که باید انجام میداده که نداده، یعنی یه کاری نصفه مونده. اون آره، کارهای مونده هم جزء وارانتی هست، یعنی مثلا تکمیل نشده و گفته تو وارانتی میام انجام میدم، جزء کارها هست، میشه از اونها استفاده کرد وارد سیستمش شد؟ میشه، اگر بخشی از قرارداد بالاخره انجام نداده و هنوز در میشه گفتش که کانترکت تموم نشده، کانستراکشن کامل نشده، میشه به این فکر کرد که هنوز قرارداد تموم نشده در واقع. حالا بله، اینکه مدت زمانش خیلی مثلا کشدار شده. بله بله. بعد ضمانت اجرایی رو هم لطف می‌فرمایید که ضمانت اجرایی مثل گفتی دادگاه دیگه. خب یعنی اگر باز هم طرف مقابل گردن نده به حکم، چه اتفاقی میفته؟ مثل دادگاه دیگه، وقتی دادگاه یه نفر محکوم میکنه، وقتی که خب گردن نمیده، در نهایت هم چه اتفاقی میفته؟ اموالش یا میادش گارنیش میشه یا میاد اموالش رو ضبط میکنن دیگه. اینم همون، یعنی مرحله بعد کجا میرن؟ برای اینکه مثلا وقتی گردن این حکم میمیره تو دادگاه، شما میبری رجیستر میکنه، واسه چی دیترمینیشن سرتیفای شده میدی؟ بله متوجه. برای شما میبرید اونجا، میگین که اصلا این حکم شارودیه، اونو میذارین اونجا، میشه این حکمی که اصلا شما اتاق بغلی از همون دادگاه گرفتی. بله متوجه. میبرید میده به خود دادگاه دیگه که اعمال میشه، بهتون کلان تربیت افسر بیاد بره مثلا حالا کارشو بکنه اینجا هم. بله بله متوجه شدم، خیلی ممنون، لطف کردید. الو. سلام. سلام، من صداتون دارم آقای سلیمانی. سلام، روز شما بخیر، متشکر از این اصطلاح سخنرانی جالبتون. سوال من این است که اگر کسی به اصطلاح رنویشنی مختصر هرچند حالا وسط انجام میده و به صورت شفاهی با توجه که مثلا ایرانی باشد و مثلا همزبان بوده، از این نقطه نظر اگر شفاهی انجام بشد به هر حال کلیم میتونه کنه، یا اینکه حتما باید روی کاغذ اومده باشه این مسئله. دومین قسمت این است که اگر به صورت، چون به صورت شفاهی بوده، به اصطلاح تکس نگرفته، این هم قابل هست برای انجام کلیم یا نه؟ خدمت شما عرض کنم که الزام برای اینکه قرارداد اگه نوشتاری باشه خیلی بهتره، ولی اگر شفاهی هم باشه، کاری انجام شده باشه، میشه ثابت کرد که قراردادی برقرار شده، مخصوصا اگه طرف مقابل هم بگه بله ما قرارداد داشتیم، من به این دلیل به این دلیل فلان کار نمی کنم، دلیل خودشو داره ولی انکار نمی کنه، اون که 100% اصلا مشکلی نیست. حتی اگه انکار هم بکنه، دلایلی میشه پیدا کرد که قراردادی بوده واسه همین داره یه کاری انجام میشه. ولی من توصیه‌ای که میکنم، بحث تکس اصلا بحث مرتبط به ما نیستشون، بحث سیاره‌ایه، ولی من توصیه‌ای که میکنم برای قرارداد همیشه نوشتار بهتر باشه، چون وقتی شما میخواید مدارک ارائه بدید، خود قرارداد خیلی به شما کمک میکنه که کیستون قوی‌تر باشه به دادرس وقتی دارید. متشکرم، خواسته نباشید.
سلام، ممنون از توضیحاتون. من یه سوال داشتم آقای شارودی. اگر در حین قرارداد مدعی بخواد پرونده رو ببره دادرسی ولی اونی که بعد پاسخ بده قبول نکنه، اینجا تکلیف چیه؟ اصلا قرار استش ایشون قبول بکنه یا نه؟ شما وقتی که الان مدعی شدید اصلا احتیاجی ایشون قبول بکنه. میرین رو سایت اودک، یه اکانت میسازید، ادعاتون رو نوتیس میکنی، میفرستین برای اون طرف. میخواد قبول کنه، میخواد نکنه. اگر نکنه، یعنی جواب نده به ایمیل شما، به نوتیس شما و به دادرس، حکم صادر میشه. بهتره که قبول کنه، بیاد از خودش دفاع کنه، حکمشو بده. بیادش مدارکشو بده. ولی اصلا لازم نیست شما قبل از اینکه میخوایم بریم باش کانفرم کنید که آقا من میخوام برم مثلا ازش شکایت کنم ها. بهتره این کارو بکنید. اگر به توافق برسید خیلی بهتره تا بیاین وقت بذارید. ولی خب برای اینکه شما بیاین این کارو بکنید هیچ الزامی نیست که اجازه از اون طرف داشته باشید. میتونید خودتون بیاین کارتون رو بکنید و اون بهتره که به نفعش که جواب بده. بعد در چه مرحله از این دادرسی امکان داره این مسئله به دادگاه کشیده بشه؟ ببینید، در حین دادرسی به دادگاه کشیده نمیشه، ولی وقتی که حکم نهایی رو مثلا من صادر میکنم، این حکم دادگاه، شما میتونید اپیل کنید. شما دادگاه هم که تشریف میارید حکم رو میگیرید دیگه، در نهایت بعد از حالا هر مدت زمانی اگر بهش اعتراض داشته باشید میتونید اپیل کنید. این هم همینه، شما میتونید به این حکم اپیل کنید. اما یه نکته مهم داره، وقتی که میبرید تو دادگاه اپیل میکنید، حکم بنده جزء اسناد دادگاه میشه. یعنی به دادگاه بعدی هم باید به دادگاه اپیل ارائهش بدین این حکم. قاضی از شما میپرسه که خب آقا اومدید اعتراض دادی به یه حکم دیگه، اون اجودیکیشن رو بردار بیار، اونم باید جزء مدارک به عنوان اوییدنس ارائه بدی. و معمولا خب طبیعیه که قاضی میشونه میخونه، میگه که خب دادرس قبلی این حکمو داده، چرا داری اعتراض میکنی؟ نمیشه شما حکمو بگیرین چون به نفعتون نبوده، حالا برین اعتراض کنین، حکمو در واقع مخفی کنین که قاضی نخونه، چون فکر میکنی که مثلا ادلهش قویه ولی شما دوست نداری این واقعیت رو باش مواجه بشید. نه، اگر میتونید اعتراض کنید مثلا همه حکمای دیگه در دادگاه میتونید اعتراض کنید، همونطوری که دادگاه هم حکمش رو اعتراض کنید، دادگاه اپیل به حکم قبلی نگاه میکنه، این هم همینطوره، دادگاه اپیل به این حکم دادرسی نگاه میکنه. خیلی ممنون، خواهش میکنم. متشکرم. یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟ خواهش میکنم. بازم ممنونم، ولی سوالم اینه که در مورد فی ها هست، آیا شما سایت اورتک میرید که به اصطلاح اول میخواین اون رو کلیم بکنید، اینجا مبلغ باید پرداخت بشه؟ یک. دوم اینکه برای دادرسی اون مبلغ بر اساس اون مقدار فی ما بین هست که اختلاف درصدی از اون 10%، 20% یا یه مبلغ ثابتیه؟ متشکرم. بله، بذارید من اسکرین ها با شما شیر کنم، من یه اسلاید واسه این موضوع دارم. شما به من میفهمایید که دارین الان میتونی منو ببینی؟ میبینید اسکرین منو؟ میو کنم. یکی از دوستان بفرمایید. جناب مهندس، من الان دارم اسلایداتونو میبینم. زنده باد. ببینید، من اول نوشتم ولی به اصطلاح میدیدم، الان نه. خوب. بعضی که سوالا شروع شد دیگه نمیشه. اینوایت باید بزنم. یا دستگاه شماست، بقیه دوستان میبینن؟ آیا شما میبینی؟ بله میبینیم. خب بله، و من توضیح بدم. ببینید، این جدول هزینه های اجودیکیشنه. اگه کلیم شما زیر $10,000 باشه، یعنی محل دعوا، هزینه اجودیکیشن $800 که 400 تاشو شما باید بدین، 400 تاشو اون طرف مقابل، یعنی در واقع $400 شما هزینه میکنه. اینه که من میگم اجودیکیشن خیلی ارزونه نسبت دادگاه. اگه بین 10,000 تا 25,000 تا باشه، خب هزینه‌اش $1,000. کیس های بالای $50,000 دیگه ساعتی میشه. اجودیکیتوری که شما انتخاب میکنید ساعتی معلومه، رو پروفایلش نوشته ساعتی چقدر دستمزدش و شما اونجوری باش کنار میاد. پس ببینید، تا زیر $50,000 فلت فیه، قیمت ثابته که نصفش رو شما میدی. البته اینی که کی چقدر بده رو من دادرس تعیین میکنم، ولی معمولا نصف نصفه، مگر اینکه اون طرف پاسخ دهنده اصلا کلا غیب باشه، نباشه، اون وقت من میگم همه رو شما بدین، چون شما این که حکم میگیرید و حکم به نفع شماست و میبینید دادگاه و اموال رو ضبط میکنید، پس من این پاسخ شما میدید.
ولی وقتی که دو نفر وارد دعوا میشن میان ادلهشون رو ارائه میدن و خیلی به قول معروف ترتمیز کار میکنن، معمولا ما نصف نصف تقسیم میکنیم. خب مثلا اگر نوشته برای کیس مثلا 40,000 تایی هزینه دادرسی $3,000، 1,500 رو شما پرداخت میکنه، 1,500 رو اون طرف مقابل پرداخت میکنه. این هزینه ها که روی این جدول و کیس های این هزینه ها احتمال امساله. وقتی شما برین توی ODAC فایل باز کنین اونجا دوباره بهتون هزینه up to date شده مال اون لحظه رو میده، ولی همین بوده، تغییر هم فعلا که نکرده. من سوال شما رو کامل جواب دادم؟ اوکی فکر کنم دارم. پس ببخشید من میتونم یه سوال مطرح کنم؟ بفرمایید. عرضم به حضورتون که من تا اونجایی که متوجه شدم شما فرمودید که این ادجودیکیشن پروسش برای وقتی هست که یه پروژه ساختمانی تکمیل نشده باشه هنوز، درسته؟ اون پروژه تموم نشده باشه، بله. خب اون وقت مثلا فرض کنید پروژه های ساختمانی که هست، مثلا فرض کنید یه سری تاون هاوس میسازن، خب شما قبل از اینکه این پروژه تکمیل بشه توسط اون شرکت مربوطه اصلا نمیرید بازدید کنید. فرض کنید که پروژه تموم بشه و یه کلوزینگ دیت هست که اون خونه رو تحویل شما میدن و بعد ببینید مثلا یه قسمتایش مشکل داره، فرض کنید پارکینگش ترک خورده، یه جایش مشکل داره. خب شما شانسی نداشتید برای اینکه قبل از اینکه پروژه تکمیل بشه برید ببینید. اونو چطوری میتونید، یعنی در واقع تنها شانستون بعدن ترایاله برای پروژه تکمیل شده که تحویلتون دادن؟ شانسی نداشتید که ادجودیکیشن تقاضا کنید و وسط پروژه؟ خب بله دیگه، ببینید اگر شما البته طرف اونورم قبول بکنه شما میتونید با باز وارد ادجودیکیشن بشید. یعنی به طرف این من با شما این مشکل رو دارم، میای به من خسارت بدی یا بریم مثلا توی بحثای حقوقی. خب اگه اومد خسارت داد که خب خیلی خوبه، یا اومد ترمیمش کرد که خب اصلا خیلی خوبه، به ما هم اصلا احتیاج شما نداری. ولی خب اگر نیومد، اگر قبول کنه به این تو ادجودیکیشن، چون هزینه اونم خیلی میاد پایین تا وکیل و این بحثا ایجاد بشه، اگر اونم قبول کنه شما کماکان میتونید تشریف بیارید تو ادجودیکیشن و اگر ادجودیکیتور قبول کنه که فایلتون دست بگیره. ولی خب اگر قبول نکرد و پروژه تموم شده اون موقع باید طبیعتا داد بدید. پس اینطوری نیست که صرفا مختص پروژه های تموم شده باشه، تموم نشده باشه. بله بله، پس میشه پروژه های تموم شده رو هم به ادجودیکیتور رجوع کرد بعد درشتگی دو طرف قبول داشته باشن. بله. بعد یه سوال دیگه من از حضورتون داشتم، حالا خیلی شاید به این بحث مربوط نباشه ولی چون سوالم هست و سورس دیگه ای نداشتم، اگه راهنمایی بتونید بکنید ممنون میشم. در خصوص کاندومینیوم ها چی؟ مثلا فرض کنید شما یه دیسپیوتی با اون کاندومینیوم منیجمنت کمپانی دارید، آیا اونم به ادجودیکیتور میشه رجوع که اصلا ادجودیکیتور برای اون مسئله هست یا نیست؟ دیسپیوتتون مربوط به ساخت و سازه یا مثلا مربوط به امور دیگه است؟ مربوط به فرض کنید هزینه هایی که کاندو منیجمنت میگیره در خصوص مثلا محله، فرض کنید نمیدونم هزینه بستن سیلاب، هزینه به صورت روتینی که میگیره ماهیانه، اگر که در اون زمینه دیسپیوتی وجود داشته باشه آیا ادجودیکیشنی برای اون وجود داره یا نه؟ اونا شما باید ببرید به بورد تننت اند لندلورد و اونجا خود اون بورد به این امر رسیدگی میکنه. من اونجا فکر کنم آربیتریشن میکنن اگر اشتباه نکنم. شما ببینید در اون قالب، این قالب کانستراکشن ادجودیکیشن فقط به کانستراکشن کانترکت رسیدگی میکنه. آها یعنی کاندومینیوم آربیتریشن باید به اونجا رو به بوردش باید ببرید. ببرید به بورد. ببینید الان اینجا هم شما ادجودیکیشن در واقع میبرید به کانستراکشن اکت، ولی اکت اجازه شو داده به اودک، میگه آقا شما رسیدگی رو من قبول دارم. اونجا هم شما میبرید به بورد، بورد حالا یا خودش رسیدگی میکنه یا اونم حقش رو به یک کس دیگه تنفیذ کرده اون رسیدگی. ولی همش همه این اختلاف ها اونجوری نیست که شما مستقیم به این دادگاه، بعد جا باید جای خودش ببرید. درسته، یعنی کاندومینیوم بورد استان اونتاریو. بله بوردش. خیلی ممنون. خب خیلی ممنون. ببخشید من یه سوال دیگه شما به شاهرودی. اگر مشکلی در ساخت و ساز نباشه ولی بعداً تو پراپرتی شما کسی بیاد یه ادعای مالکیت بکنه، خب بله اینو ما اینو میتونیم تو این دادرسی ببریم یا باید دادگاه ببریم؟
سوال خوبیه. این به ساخت و ساز ربطی نداره، این در واقع بحث حقوقی ایجاد میکنه اینجا. یکی هم باید تو کانترکت دیده که اگه دیسپیوت ایجاد میشه آربیتریشن توش فرض شده یا نه. اگر داوری توش دیده شده، حکمیت دیده شده، خب طبیعتا باید ببینید شما تو حکمیت اول، این توی کانترکت شما با اون طرفی که دارید. اگر توش آربیتریشن اتفاق نیفته، چون مربوط به امر ساخت و ساز نیستش، اجودیکیشن فکر نمیکنم اعمال نمیشه بهش، تو در واقع کانستراکشن نیست، در واقع امر حقوقی و مالکیتیه، میره به سمت دادگاه. ممنون. یه چیزی حالا بگم تا دوستان سوالاشون بپرسن، و اگر به اختلاف میکنه، حالا هر گونه اختلافی، به مدییشن هم فکر بکنید، به در واقع پادرمیونی به فارسی. اگر شما با طرف مقابلتون، خب این کم هزینه ترین، خیلی وقتا رایگان، حتی به اختلاف میخوریم، میتونیم بگیم ما یه مدییتور بیا انتخاب کنیم، اون کمک کنه ما به توافق برسیم. حالا مدییتور میتونه یه آدم فنی باشه، یه آدم حقوقدان باشه، یا یه آدم معمولی باشه، ولی آدمی که بالاخره از یه آگاهی بیسیک حداقل برخوردار باشه، و اون میتونه به شما کمک کنه که به یه توافق برسید. مثلا به شما یه آگاهیایی بده، بگه نه ببین قانون اینه اینه اینه، تو اینجا حق نداری، میخوایم با هم اینجوری توافق کنیم. به اینم فکر بکنید، یعنی قبل از اینکه زود وارد دعوای حقوقی بشین، اگر طرف دم دستتونه، با امر پادرمیونی هم میشه خیلی مسائل رو حل کرد. یه وقتی آدم فکر میکنه یه حقی داره، یا اون طرف فکر میکنه یه حقی داره، ولی یه آدم آگاه میاد وسط میشینه و میگه نه شما چه حقی نداری، حالا خود دانی، یا بهتره برای اینکه بهتر انجام بشه اصلا شما اینقدر به این خسارت بدید قال قضیه رو بکن. به اینم فکر کنید، خیلی وقتا کمک میکنه که کیساتون رو با هزینه خیلی کم حلش بکنید. ببخشید، مدیتور باید وکیل حقوقی باشه یا هر کسی میتونه باشه؟ و آیا دو نفر لازمه، یعنی از هر طرف یکی، یا یک نفرم کافیه برای مدیتور؟ نه، اون خودتون تعیین میکنی، اصلا لازم نیستش چند نفر، ایناش مهم نیست، مثل آربیتریشن نیست که تو قرارداد دقیق اینا ذکر میشه. خودتون تعیین میکنی، آقا مثلا من مثلا با شما به اختلاف میخوام، میگم آقا علی سلیمانی بیا مدیتور باشه، بیا پادرمیونی کن بینیم آقای سلیمانی، شما چون مثلا با نیچر این اختلاف آشنایی. ایشون میاد میشینه میگه مثلا به من میگه امیر نه ببین تو اشتباه داری میکنی، فکر میکنه اینجا حق باده، قانون اینو نمیگه، شما به انقدر خسارت بده تمومش کنید، با هم صلح کنید تموم شه، خیلی راحت تر حل میشه خیلی وقت داری پادر میگه. ممنون. پروسه فایل کردنش هم امیدوارم من تونسته باشم خوب برای دوستان توضیح بدم. پروسه فایل کردن پروسه راحتیه، خیلی واقعا راحت درست کردم، وبسایتش هم خیلی یوزر فرندلیه به نظر من، و این خودش خیلی امتیاز خوبیه. در صورتی که ما بخوایم دادگاه فایلی رو فایل کنیم، وقتمون رو میگیره، اینا تو خونه هم میشه انجام داد، توی ایام کووید هم خیلی کمک میکنه به نظر من، خیلی اینا چیزای خوبی شده که داره پیش میره. دوستان سوال دیگه ای اگه نداریم که دیگه فکر میکنم جواب مدرس مورد دیگه از فرمایش دیگه ای هم اگه هست بفرمایید، اگر نه که نه چیز خیلی خاص دیگه ای نیستش، من تمام اسلایدامو پوشش دارم، نه چیز خیلی خاص. آها یه موضوع کوچیک دیگه بگم، الان دیدم شما اسکرین نمیبینید درسته؟ نه در حال حاضر نه. من یه چیز کوچیک فقط بگم به دوستان از حضور. بله الان من میبینم. ببینید وقتی که شما اجودیکیتور دادرستون رو انتخاب میکنه، اونم قبول میکنه که با شما کار بکنه، بعد ایشون میاد پروسه کار و تایملاینش رو میذاره روی اکانتتون، میاد میگه با توجه به توضیحاتی که شما دادید مثلا پروسه و توافقی که رسیدین که مثلا فلت فی $3,000 رو انجام بدیم، این فلت فی اینه، پروسش روز اول اینه، روز پنجم اینه، روز دوازدهم اینه، این پروسه و تایملاین رو خیلی شسته و رفته میذاره واسهتون اونجا، و شما قشنگ میتونید بعد یه قشنگ ترک کنید ببینید که خب من روز اول باید مدارکمو سابمیت کنم،
روز پنجم مثلا طرف میخواد بیاد خونه سایت ویزیت بکنه، روز دوازدهم اون طرف مقابل آرگومنت و عکسشو میده، ماکسیمم مثلا دو صفحه میتونه مدارک ارائه بده، روز سیوم درافت رو میگن، روز سی و پنجم هم مثلا فاینال سرتیفیکیشن هم میگن. این رو هم به شما کامل نشون میده. باز این هم یکی از چیزاییه که امتیاز این دادرسیه، شما قشنگ میتونید برنامه ریزی زندگیتون بکنید، قشنگ معلومه که هر روز منتظر چه چیزی میتونی باشید. و اگر اجودیکیتور بنا به هر دلیلی زمان اضافه تر بخواد، از طریق همین پلتفرم به شما اطلاع میده، مثلا میگه من یه روز یا دو روز اضافه تر زمان میخوام مثلا تا حکم ها بدم، چون مثلا دو تا داکیومنت ها نرسیدم بخونم. بنا به هر دلیلی این که همه چی از طریق یه پلتفرم انجام میشه، شفافه و هر دو طرف میبینن روند کارو و اینجوری میتونن زندگیشون رو تنظیم کنن، برنامه‌ریزی بکنن، خب یکی دیگه از امتیازهای خوب این سیستم به نظر من. من فقط این هم میخواستم به دوستان بگم. خیلی ممنون از لطفت اینجا من دست. واقعا خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما پند. خیلی مثل همچه زحمت کشیدین. عزیزانی که تشریف آوردن شنبه بعد از ظهر و ویکند خیلی خوبی برای همه دوستان آرزو میکنم. ممنون از شما بابت وقت و اطلاعاتی گذاشتیم، همجور از دوستانی که تشریف آوردن. من تنها موردی که خدمتتون عرض کنم اینه که ویدیو این جلسه احیانا تا دو روز آینده تو وبسایت یوتیوب پند شما میتونید بهش دسترسی داشته باشین. هر کدوم از دوستانم که میخواد به برنامه آتی پند اطلاع داشته باشه میتونه از کانال تلگرام و از وبسایت پند مراجعه کنید. و ممنون از همگی، امیدوارم عصر آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار.